سلام، وقت همه بخیر. امید که صحتمند و تندرست باشید و ایام عید را با خوبی و خوشی در کنار فامیل هایتان سپری کرده باشید. دوستان، چند وقت پیش اسکرین ریکوردر درس اول از بخش دوم سلایدار به کانال گذاشتم. نمیفهمم چرا تصویر بود اما صدا ضبط نشده بود. از این خاطر از کانال حذف کردم. خب به هر حال بخش دوم سلایدار ما در مورد افغانستان و شاخص توزیع انسانی است. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، یعنی بحث خود در مورد شاخص توزیع انسانی آغاز کنیم، ابتدا میبینیم که دانش توزیع چگونه به وجود آمد و توزیع چیست. دانش توزیع در مقایسه با عمر چندین ساله دیگر دانش ها یک نوزاد به حساب میآید و مبدأ پیدایش دانش توزیع جنگ جهانی دوم است. اگر در مورد پیدایش دیگر دانش ها یا علوم مثال بزنیم، فرض مثال میدیکل ساینس یا علم طبابت، میبینیم که چه قسم ایجاد شد. ابتدا یک مسئله پیش آمده یا فرض مثال یک بیماری به وجود آمده، مثلا بیماری سردردی، که ایده برای پاسخ به این مسئله را افتادن و در جستجو بودن که جواب پیدا کنن، را حل پیدا کنن یا داروی درمان سردردی فرض مثال پیدا کنن. چندین سال در بر گرفت تا علم طبابت به وجود آمد. دانش توزیع هم به دلیل ضرورت پایه به وجود آمده است. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها که مستعمره بودند استقلال پیدا کردند. خب کشوری که استقلال پیدا میکنه اختیار تصمیم گیری پیدا میکنه و به این فکر میشه که چگونه نابسامانی ها به سامان برسانه. یعنی یک مسئله به وجود میایه که این مسئله مثلا در مقیاس ملی یا در سطح کلان به این مسئله چیست؟ عبارت از عقب ماندگی. خب ای که چگونه نابسامانی ها به سامان برسانند، کشورهای عقب مانده از صفر شروع نمی کنند، بلکه می روند سراغ کشورهایی که این راه را قبلا پیمودند و دوای این درد از اونا طلب می کنند. در مسئله عقب ماندگی بعضی از کشورها هستند که چندین سال قبل با این مشکل مواجه بودند و راهی را پیمودند و مسیری طی کردند که از این وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب رسیدند، یا میتونیم بگیم به توزیع رسیدند. طبیعتا آنها بلدند که چگونه این راه را پیمودند. بعضی کشورهای عقب مانده هم رفتند سراغ آن کشورهای توزیع یافته. مبدأ توسعه اروپای غربی است، یعنی بیس و بنیان توسعه در اروپای غربی شکل گرفته است. انگلیس ها میگن مبدأ توسعه انگلستان است. فرانسوی ها میگن تحولات اجتماعی یا سوشال ایولوشنز که در انقلاب کبیر فرانسه رخ داد مبدأ توسعه بود. ولی مهم این است که اروپای غربی مبدأ توسعه است. بالاخره ما جهان سومی ها باید برویم سراغ آن کشورهای پیشرفته که چگونه توانستید آن وضعیت نابسامان مثلا قرن 15 و 16 را تبدیل بکنید مثلا به وضعیت قرن 20، چون آثار توزیع در قرن 20 ظهور کرد و خیلی تحولات بزرگ رخ داد، مثلا در عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. اینا در این عرصه ها بیشتر خودخانه شنده. پیشرفت در اروپا بر محور اقتصاد شکل گرفت، یعنی در اروپا آنها دنبال توزیع نبودند. این جامعه‌ای که بعداً به وجود آمد کسی در موردش قبلا فکر نکرده بود، همه دنبال اقتصاد بودند و دنبال تولید، به چیز دیگری فکر نمی کردن. منتها با این پیشرفت اقتصادی به تدریج به تمام ابعاد زندگی تحولات رخ داد. طبیعی هم هست وقتی درآمد یک فامیل بالا میره وضعیت اجتماعیش هم تغییر می کنه. فرزندانش به مدارس و مکاتب بهتری تحصیل می کنن و حتی در طرز تفکرش تغییر به وجود می آید که همه ناشی از تغییر درآمدی فرد است. در مراحل اولیه توسعه نیازهای اقتصادی خود بیشتر جلوه‌گر میکنه، مثلا فقر، بیکاری، بیماری و امثال از اونا. یعنی در دهه‌های اول محورش اقتصاد. قبلا
می گفتن که توسعه یعنی پیشرفت اقتصادی، اما حالا میگن توسعه یعنی پیشرفت همه جانبه، یعنی پیشرفت اجتماعی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت سیاسی و امثال است. تعریف دیگری اگر از توسعه داشته باشیم، میتونیم بگیم وضع موجود، وضع مطلوب و راه رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب. یعنی یک شناختی باید از وضع موجود خود داشته باشیم، یک تصویری از وضع مطلوب خود باید داشته باشیم، ببینیم این جامعه توسعه یافته آرمانی ما چیست که الزامات آن مسیری که در حال رفتنیم را باید فراهم کنیم. یعنی در هر مرحله باید برای آن برنامه داشته باشیم. به چی می‌خوایم برسیم؟ اگر نه، نمی‌تونیم ما به هدف برسیم. پروفسور دادلی میگه سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می‌تونیم مطرح کنیم اینه که فقر چی تغییری کرده است؟ بیکاری چی تغییری کرده است؟ نابرابری چی تغییری کرده است؟ اگر این هر سه پدیده در طی یک دوره کم شده باشه، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. موضوع دیگری که باید به او اشاره کنیم اینه که در کنار اقتصاد باید باید به اهداف اجتماعی، اهداف فرهنگی و بقیه اهداف دیگر هم توجه داشته باشیم. مثلا در کنار اقتصاد اگر ما نابرابری اجتماعی یا مثلا عدالت اجتماعی اینا هم هدف ما باشن، اصلا ممکنه به یک مدلی از اقتصاد برسیم که فرق کنه، چون در کنار اقتصاد حال ما یک هدف اجتماعی داریم یا مثلا هدفهای فرهنگی داریم. اصلا شیوه پرداختن ما به اقتصاد کاملا متفاوت خواهد شد از زمانی که این اهداف مورد توجه نبودند. مثلا یک زمانی پیشرفت اقتصاد به محیط زیست هیچ توجهی نداشت، دود و فاضلاب، تخریب محیط زیست و غیره، اینا سیستم طبیعت رو ویران میکردن. از وقتی که اهمیت محیط زیست روشن شد، آثار زیانبار پیشرفت اقتصادی مشخص شد در جوامع بشری. حالا یک مدل اقتصادی متفاوت عنوان میشه، میگه اگر شما به رشد مثلا 5% نرسیدیم مشکلی نیه، 4% باشه رشد شما، اما محیط زیست تخریب نکنید. یعنی رشد خالص اصالت خور از دست میده. رسیدن به رشد بالا به هر قیمتی دیگر مد نظر ما نیست. یا مثلا اگر مثال دیگه بزنیم، در داخل یک فامیل مثلا بعضی از اعضای خانواده میخوان پول به دست بیارن، اینا میگن پول به دست میاریم نه به هر قیمتی، باید متوجه شخصیت خوب باشیم، متوجه سلامتی خوب باشیم. یعنی شخصیت و سلامتی هم مد نظر داشته باشیم در کنار پیدا کردن پول. یعنی یک چیزای برای ما اصالت دارن و اهمیت دارن که به خاطر آنها محدودیت پیدا میشه. محدودیت پیدا میشه برای چی؟ برای به دست آوردن پول از هر طریقی. یعنی چیزایی که ما به اونا ارزش دادیم و اونا به نظر ما اصالت دارن، مثل شخصیت و سلامتی و اینا، ما نمیخواییم که اونا در بدل به دست آوردن پول از دست بدیم. اما همه آدم ها این قسم نیستن، بعضی ها فقط میخوان پول به دست بیارن به هر قیمتی که شده. خب به هر حال در کنار اقتصاد باید به اهداف اجتماعی و اهداف فرهنگی هم توجه داشته باشیم. مطالعه توسعه از جنس مطالعات پسینی میباشد، یعنی بعضی وقتا عواملی باعث اتفاقی میشن که میشه بعد از آن عوامل شناسایی کنیم. مثلا زلزله که آلمان بعد از وقوع میرن سراغ عوامل زلزله که عوامل مؤثر بر این اتفاق مطالعه و بررسی میکنن، که اینا مطالعات پسینی هست. یعنی یک چیزی اتفاق افتاده و ما سعی میکنیم عوامل آن را پیدا بکنیم. این مطالعه توسعه هم از جنس مطالعات پسینی است، یعنی رخ داده یک وضعیت نابسامانی در قرن 16 و 17 تبدیل شده به یک وضعیت به ظاهر بسامان در قرن 20 مثلا.
میخواییم بدانیم این وضعیت چه قسم اتفاق افتاده. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیشرفته به خاطر اینکه کشورهای فقیر طعمه کمونیسم نشوند مجبور شدند برن سراغ نظریه پردازی توسعه و سعی کنند که مدل پیشرفت را در قالب نظریه های عرضه بکنند تا با تکیه به این نظریه ها کشورهای فقیر راه پیشرفت را پیدا کنند. کشورهای پیشرفته کوشش میکردند جذابیت نظام سوسیالیستی را از بین ببرند، چون مالکیت اشتراکی یک رقیب فکری و اندیشه‌ای بود برایشان و میخواستند ثابت کنند که با همین مدل نظام سرمایه داری میتوان یک جامعه خوب ساخت. نیازی نیست بروند کشورهای فقیر بروند دنبال سوسیالیسم. از این خاطر اینا بعد از جنگ جهانی دوم رفتن سراغ نظریه پردازی توسعه. و سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چرا خود ما جهان سومی ها نظریه پردازی نکردیم؟ به خاطر اینکه دانش آن را نداشتیم. نظریه پردازی علمی یک توانایی میخواهد و اساساً یک کار اکادمیک یا دانشگاهی است، آن هم دانشگاهی که پختگی علمی داشته باشد. یک جامعه با فیصدی بالای بیسواد توقع نمیره از او که نظریه پردازی علمی داشته باشه. حتی دانشگاه هایش هم زیاد پیشرفته نیست. تولیدات علمی که در کشورهای پیشرفته صورت میگیرد وارد کشورهای عقب مانده میشه. بنابراین ما جهان سومی ها نمیتونیم که نظریه پردازی داشته باشیم یا نتونستیم که نظریه پردازی کنیم. از او خاطر رفتیم دنبال نظریه های توسعه که کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته انجام داده بودن، یا سراغ نظریه های کشورهایی که قبلا این مسیر طی کرده بودن تا به توسعه و پیشرفت اقتصادی رسیده بودند.